قربون شما. این نونی که تو دست من میبینین اسمش بیگله. تاریخچه بیگل به لهستان برمیگرده. بزرگترین کارخونه بیگل سازی دنیا هم گفته میشه در ایلینوی آمریکاست. با این حال هیچ نونی به اندازه بیگل یا کلن هیچ خوراکی به اندازه بیگل اسمش با شهر نیویورک پیوند نخورده. این پیوند تا جایی رفته که حتی بعضیا معتقدن آب نیویورک چیزی توش داره که بیگلای نیویورکی رو از همه جای دنیا خوشمزه تر میکنه. اینا همه انگیزه ای شد برای اینکه ما این برنامه رو به بیگل اختصاص بدیم. با من ملودی صفوی همراه شین تا ببینیم که چرا نیویورکی ها اینقدر طرفدار بیگلن، فرقش با نون معمولی چیه، چجوری درست میشه و این ادعا که بیگلای نیویورک به خاطر آب این شهر خوشمزه تر از جاهای دیگه دنیا صحت داره یا فقط یک کلک تبلیغاتی واسه بازارگرمیه. در مورد ریشه تاریخی بیگل اختلاف نظرهایی هست. برخی معتقدند که بیگل از وین اتریش میاد و بعضیا معتقدند که ریشش به سالهای 1600 میلادی در لهستان برمیگرده. لئو کالوین راستن، فیلمنامه نویس و طنز پرداز لهستانی تبار، در کتاب شادی ییدیش به اولین بیگل که به زبان لهستانی بایگل تلفظ میشه در شهر کراکوف لهستان اشاره میکنه. در قرن 16 و اوایل قرن 17 میلادی بایگل به عنوان خوراکی ملی لهستان شناخته میشده و به طور کلی جزء غذاهای اصلی اسلاوی بوده. به گفته برخی از مورخین در دوران قرون وسطا در لهستان این باور وجود داشته که شکل گرد بایگل که سمبل کامل شدن سال و زندگی طولانی بوده به اون نیروهای جادویی میبخشیده و به همین دلیل هم بر اساس اظهارات راستن بایگل رو به زنهای باردار پس از وضع حمل به عنوان نونی که حاوی برکت و شگونه هدیه میدادن. اما بیگل با مهاجرت یهودی‌های لهستانی تبار به آمریکای شمالی وارد منطقه جنوب شرقی منهتن نیویورک شد و تا دهه 60 میلادی هم خارج از جوامع یهودی شناخته شده نبود. با این حال طولی نکشید که تهیه و فروش اون در نیویورک به کسب و کاری پر رونق تبدیل شد و با ماشینی شدن این روند در اواخر قرن 20 مصرف بیگل هم به طور گسترده‌تری در سراسر کشور رایج شد. کندوکاو برای پیدا کردن ریشه تاریخی بیگل در نیویورک ما رو به بازارچه اسکس در بخش جنوبی منهتن و یک ساندویچ بیگل سنتی برد. از این فرصت استفاده کردیم تا با جین داویدوویچ، صاحب تنها عمده فروشی بیگل در نیویورک صحبت کنیم که بیگلاشو به روش سنتی درست میکنه و به خاطر کیفیت بالای محصولاتش تا حالا جوایز متعددی رو از آن خودش کرده. Recently, just last year in October, we've opened up our first retail location. اخیراً یعنی در اکتبر سال گذشته این مغازه را باز کردیم. تا پیش از اون یعنی طرفای سال 1988 فقط عمده فروشی می‌کردیم. وقتی مشغول تحقیق برای پیدا کردن یه مکان مناسب برای مغازه بودیم، از خودمون پرسیدیم که کجای نیویورک بیشتر از لحاظ تاریخی به بیگل مربوط میشه و تاریخچش به کدوم محله برمیگرده. تحقیقاتمون ما رو به این بازارچه آورد که در واقع دارای یه رازیه که خیلی ها ازش خبر ندارن. بازارچه اسکس تاریخچه جالبی داره. فیورلو لاگاردیا، شهردار نیویورک، در سال 1930 دستور بنای این بازارچه سرپوشیده رو داد تا دستفروش‌هایی که با گاری کنار خیابون محصولاتشون رو می‌فروختن، از جمله بیگل فروش‌ها، به داخل این بازارچه منتقل بشن و به این ترتیب هم محله تمیزتر میشه و هم فروشنده‌ها جای مناسبی رو برای کسب و کارشون پیدا می‌کنن. البته در سال‌های اخیر دیگه بیگل فروشی در اینجا وجود نداره. و ما فکر کردیم فرصت خوبیه که دوباره این سنت دیرینه رو زنده کنیم. ساندویچ اسمش هست لوور ایست ساید و همونجوری که از اسمش پیداست از بخش جنوبی منهتن میاد، جایی که بیگل برای اولین بار وارد نیویورک شد و بیگل رو معمولا با کریم چیز میخورن. همونجوری که میبینین از کریم چیز و اینجا ماهی لاکس استفاده شده. با اجازه
از آقای داویدوویچ درباره ویژگی بیگل پرسیدم. Bagels are one of the most difficult products to make. نحوه تهیه بیگل در بین انواع نونها از بقیه یکم سخت تره. خیلی ها سعی میکنن توی این مسیر میون بر بزنن. مثلا ماشینیش کردن و سوراخ وسطش رو با دستگاه ایجاد میکنن. به جای درست کردن خمیرش به شکل سنتی از خمیر نون معمولی استفاده میکنن و کلن به فرمولای راحتتر و کم خرجتر متوصل میشن. اما مسلماً اونا دیگه بیگل واقعی نیستن. بیگل اصیل باید با دست درست بشه و مراحل آماده سازیش فوق‌العاده طولانی و وقت‌گیر هم هست. نونوایی داویدوویچ میریم در محله کوینز نیویورک، جایی که شبانه 20,000 نون بیگل رو با دست درست میکنن و در سراسر شهر توزیع میکنن. میخوایم نحوه طبخ بیگل رو از نزدیک تماشا کنیم. خب با مایکل اومدیم الان توی نونوایی و مایکل میخواد پروسه درست کردن بیگل رو نشونمون بده. سلام، اسم من مایکله و الان میخوام مراحل مختلف درست کردن بیگل رو بهتون نشون بدم. دنبال من بیاین تا ببینیم که اونجا چه خبره. این آقا اسمش شکور. شکور الان بیش از 15 ساله که با ما کار میکنه. خب این چیه؟ شکره؟ بله، شکر قهوه‌ای و اینم دارچینه. آها، پس این برای بیگل دارچینی. بله درسته. بیگل به طور سنتی از خمیر گندم و با دست درست میشه، اما مراحل طبخ اون با نون معمولی فرق میکنه و برای همینم هست که جنس و طعمش با نون معمولی متفاوته. اینجا الان آرد و با این مخلوط شکر و دارچین قاطی کردم. این چیه؟ این خمیر ترشه. خمیر ترش، نمک و شکر. بیگل اساساً از آرد گندم، نمک، شکر و خمیر ترش درست میشه. هر چیز دیگه‌ای که بهش اضافه میشه فقط مکمل اونه. امروزه انواع بیگل ها با طعم ها و رنگ های مختلف درست میشه و برخلاف گذشته که فقط با آرد گندم تولید میشد، اون رو با آرد جو هم درست میکنن. کدوم بیگل بیشتر از بقیه طرفدار داره؟ محبوب ترین بیگل اساساً بیگل ساده است، چون باهاش میشه انواع ساندویچ ها رو درست کرد. اما بعد از اون بیگل کنجدی یا خاشخاشی، بعدش بیگل جو و سبوس داره. به این سبک تهیه بیگل که با دست درست میشه اصطلاحاً آرتیسان میگن. این روش فوق‌العاده وقت‌گیره و برای همین هم است که اکثر نونوایی‌ها اون رو انجام نمیدن. 40% مزه بیگل به موادشه، ولی بقیهش به نحوه درست کردنش رفت داره و اونه که تعیین میکنه که مزه بیگل چجوری میشه. لوله کردن خمیر بیگلا با دسته، کاری که شاکور به خاطر تجربه زیاد درش حرفه‌ای شده و بدون اینکه لازم باشه وزن خمیرا رو بکشه، همه بیگلا رو به یک وزن و اندازه درست میکنه. وزنش رو چجوری تشخیص میدی؟ با دست احساس میکنم. چجوری میکنی؟ میتونی نشونم بدی؟ وسطش سوراخه اینه که از صدها سال پیش عمدن اینا رو سوراخ درست میکنن که از توش تناب رد کنن و به این وسیله تعداد زیادی از بیگل رو همزمان بتونن حمل کنن، یا اینکه توی مغازه هاشون آویزون بکنن. مرحله بعدی که طولانی ترین و شاید یکی از مهمترین مراحل ساخت بیگله، نگهداری اونا در یخچالای سرد به مدت 12 تا 24 ساعته. این یکی از مراحلیه که به گفته مایکل به کیفیت بیگل اضافه میکنه.
خیلی جاها این کارو نمی‌کنن تا در وقت صرفه‌جویی کنن، اما مسلماً کیفیت اون بیگلا به خوبی کیفیت بیگل سنتی نمیشه. جالب‌ترین قسمت کار که در واقع روش طبخ بیگل رو با نون معمولی متمایز می‌کنه، مرحله آبپز کردن خمیره. در اینجا بعد از اینکه بیگلا به مدت 24 ساعت در فضای سرد نگهداری شدن، برای حدود 30 ثانیه در آب جوش غل می‌خورن و بعد به مدت 20 دقیقه در تنور می‌پزن تا جایی که روشون سفت و طلایی رنگ بشه. روی بیگل رو معمولاً با چیزهای مختلف مثل نمک، کنجد یا دونه هایی مثل مغز تخمه تزیین میکنن که فوق العاده خوشمزه میشه. اما باز در مسیر تحقیقاتم در مورد بیگل با یه موضوع جالب دیگه برخورد کردم. بیگل که زمانی توسط مهاجرین یهودی از اروپا به آمریکا آمده، دوباره توسط یک زن ایرانی آمریکایی به اروپا برده شده. ربکا محبوبی، یک کارآفرین موفق ایرانی مقیم نروژ، در سال 1996 میلادی برای اولین بار بیگل رو به نروژی‌ها معرفی کرد. در گفتگویی که از طریق اسکایپ با ربکا انجام دادم، درباره انگیزش برای معرفی بیگل به نروژ پرسیدم. تو مدرسه ای که من درس میدادم 24 ساعته ما کارمون این بود که بیگل بخوریم، یه دازن بیگل میخریدیم، با فیلادلفیا چیز میخوردیم و اینا. پیش خودم فکر کردم که چرا این ایده رو نیارم نروژ، به صورت تیپ کافی شاپ درستش کنم. ولی خب اول باید اینترودوس میکردم خود نونش رو که بیک بکنیم و اینا، که دیگه عقیده رو رفتم نیویورک اتفاقا چیز کردم، یاد گرفتم که بیگل درست کنم. یه دو هفته بیشتر اونجا نبودم، بعد ماشینش رو از اونجا خریدم و بردم نروژ. راجب خیلی فیتتوان فکر کردم که چرا تو آمریکا پاپیلر تر شده تا تو اروپا. من فکر می‌کنم دو دلیل. من فکر می‌کنم یکی این که اروپایی ها خیلی فرش بیکری خودشون دارن، یعنی نونای واقعا فوق‌العاده دارن اینجا. بعدم فرش بیکریه، یعنی جوری نیستش که توست و این چیزا باشه، نونیه که امروز میخری فرش فردا میزن دور. چون تو آمریکا نونا بیشتر همه پروسس شده، همه تو پلاستیک میاد، من فکر می‌کنم کمپیتیشن نون توی اروپا خیلی بالاتره تا تو آمریکا. نهایتاً آیا این ادعا که آب نیویورک خواصی داره که مزه بیگل نیویورکی رو از جاهای دیگه متمایز میکنه صحت داره یا فقط یه بازارگرمیه؟ من فکر می‌کنم بازارگرمی باشه. میگن مزه بیگل خوب رو آبی که باهاش درست میکنن تعیین میکنه، ولی من نمیدونم. فکر میکنم از روی مزه بیگل باید گفت که کدومش بهتره. واقعاً یه چیزی تو آب نیویورک هست. آب نیویورک از یک قناتی میاد که 200 سال پیش ساخته شده و من معتقدم یه چیزی تو اون لوله‌ها و مخزن‌های آب هست که نوعی املاح و مواد معدنی ایجاد میکنه که وقتی اون رو با آرد مخلوط میکنی توی مزه بیگل یه تأثیرایی میذاره و محصول به قول معروف خوش‌طعم‌تر از آب در میاد. خیلی خوراکی‌ها هستن که از جاهای دیگه دنیا به نیویورک اومدن و به قول معروف نیویورکی شدن، مثل پیتزای نیویورکی، دونات، چیز کیک یا همون کیک پنیری. اما چرا بیگل به عنوان یکی از نمادهای این شهر شناخته شده و بین نیویورکی‌ها اینقدر طرفدار؟ من فکر میکنم دلیلش اینه که نیویورک شهریه که هیچ وقت خواب نداره. همه مدام یا در حال دویدنن یا همش عجله میکنن، میخوان سریع قهوهشون رو بگیرن، یه چیزی هم تو دستشون داشته باشن که راحت در حال حرکت بخورن. بیگل راحت ترین غذاییه که میشه در یک چنین شرایطی خورد. بافتش طوریه که مثل نون معمولی خورده نمیشه و نمیریزه، اونو میشه با خودت هر جایی ببری. یه دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که بیگل از لحاظ تاریخی یه غذای سنتی یهودیه و احتمالاً به خاطر تعداد زیاد شهروندان یهودی در این شهر به مرور جذب فرهنگ کلی نیویورک شده.
در اینکه کیفیت بیگل نیویورک از بقیه جاهای آمریکا بهتر معرفی شده شکی نیست، اما اینکه آیا واقعا به خاطر آب نیویورک یا کیفیت موادی که درش استفاده میشه به نتیجه روشنی نرسیدیم. اما یک چیز روشنه و اون اینکه این نون خوشمزه که عمدتاً در آمریکا، کانادا و بریتانیا مصرف میشه اونقدر پرطرفداره که حتی براش یک روز هم تعیین کردن. 9 فوریه روز ملی بیگل نامگذاری شده. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.